رسیدیم به آهنگ تغییرات در توابع اقتصادی. آنچه که داریم درس میدیم یه درس بسیار بسیار ساده در کتاب دیفرانسیل هستش که میخواد ببینیم آهنگ تغییرات و مشتق چه کاربردی در توابع اقتصادی داره. دقت بفرمایید. ببینید آهنگ تغییرات در علم اقتصاد چیه؟ ما اول باید با سه نوع تابع آشنا بشیم. یک، تابع درآمد RX، تابع سود PX و تابع هزینه CX. ببینید من اینا رو برای شما اینجا نمیشم. RX، PX و CX یه رابطه ساده ابتدایی بینشونه. همیشه درآمد ما مجموع هزینه ها و سودی که میبریم. یه کارگاه تولیدی وقتی میگم امروز درآمدم X مثلا یه مقداری بوده، این مقدار شامل هزینه هایی که اون روز انجام داده به اضافه سودی که برای خودش کسب کرده. X تعداد یا مقدار کالا خواهد بود. حالا نگاه کنید تعاریف دیگه ای تو این قسمت داریم. مقادیر متوسط در توابع اقتصادی چیه؟ میان میگن درآمد متوسط از تولید X واحد کالا، میای آر X رو به X انجام میدی. مقدار درآمد حساب کن به کل کالای تولیدیت. میخوای هزینه متوسط از تولید رو به دست بیاری، میای میگی CX به X. میخوایم سود متوسط از تولید X واحد کالا رو به دست بیاری، میشه PX به X. این رابط خیلی ساده، ولی باید شما به خاطر بسپارید، چون همینطوری میاد و اسامی رو باید بدونید. درآمد متوسط چیه، هزینه متوسط و سود متوسط RX به X، CX به X، PX به X. این تو ذهنتون باشه. حالا نگاه کنی آهنگ تغییر توابع اقتصادی رو مقادیر نهایی میگن. عامیانش اینه، مشتق از توابع اقتصادی رو مقادیر نهایی اون ذکر میکنن. مثلا نگاه کنی آهنگ تغییر درآمد، یا اصلا اینو نمیگه، میگه درآمد نهایی مشتق تابع درآمد آر پریم ایکس. آهنگ تغییر هزینه یا همون هزینه نهایی یعنی مشتق تابع هزینه سپریم ایکس. آهنگ تغییر سود یا همون سود نهایی مشتق تابع سود یعنی پپریم ایکس. اینا در حقیقت مقادیر آهنگ تغییرات توابع اقتصادی هستند که به صورت ساده تر درآمد نهایی، هزینه نهایی و سود نهایی نامیده میشن، یعنی آر پریم ایکس، سپریم ایکس، پپریم ایکس. حالا نگاه کنید مقادیر توابع اقتصادی یا مقادیر دقیق توابع اقتصادی به ازای ایکس به اضافه یکمین کالا. من میخوام ببینم ایکس به اضافه یکمین کالا وقتی تولید میشه چقدر بهم سود میده، چقدر بهم هزینه میده و چقدر برای اون درآمد کسب میکنه. نگاه کنید درآمد از تولید ایکس به اضافه یکمین کالا، یعنی وقتی این تولید شد مثلا 101 کالا، 71 کالا، میخوام اینو بررسی کنم، میشه آر ایکس به اضافه منای آر ایکس. این مقدار دقیق رو به شما میده. هزینه از تولید ایکس به اضافه یکونیم کالا میشه سی ایکس به اضافه یک منای سی ایکس. سود از تولید ایکس به اضافه یکونیم کالا پی ایکس به اضافه یک منای پی ایکس. ببینید مقادیر دقیقشه. مثلا شما میخواد درآمد 101 کالا رو پیدا کنی، درآمد 101 تای اول به دست بیار، منای درآمد 100 تای اول بکن. این 101 تولید کالا رو به شما میده که ببینیم به این ترتیب میتونیم حساب بکنیم. حالا نگاه کنه اینجا یه نکته از مشتق میگیریم. چیه؟ میگیم اگه تعریف ریاضی مشتق نبود اف پریم ایکس لیمیت اف ایکس به اضافه اچ منهای اف ایکس بر روی اچ وقتی اچ میره به سمت صفر. میگی درسته. میگم فرض کنید این اچ تغییر ایکس رو فرض نکنیم به سمت صفر ول میکنه، فرض کنید یک، عدد یک، یه واحده. خب پس اف پریم ایکس چی میشه؟ دیگه لیمیت برداشته میشه، این مساوی میشه تقریبا اف ایکس به اضافه یک منای اف ایکس، به جای اچ هم یک میذاریم. یعنی چی؟ یعنی اف ایکس به اضافه یک منای اف ایکس تقریبا با مشتق برابره. هر چقدر ایکس بیشتر باشه دقت این رابطه بالاست. چرا؟ مثلا اگه 100 میلیون تولید داشته باشه در تولیدات انبو، مثلا 1 میلیون تولید موبایل داشته باشیم، در این صورت دقت میره بالا. ولی اگه تعداد ایکس فقط 7 تا باشه، 8 تا باشه، این دقت بالایی اصلا نداره. پس الان یه چیزی یاد گرفتیم، تغییر تک واحدی یک تابع تقریبا با مشتق برابره. هرچه مقدار ایکس بالا باشه، مثلا 10001مون 100 میلیون و 1مون اگه خواستیم این حساب بکنیم، دقت رابطه فوق بهتر و بیشتر میشه. حالا از این قانون تو توابع اقتصادی استفاده کنیم. یعنی چطور؟ شما میگه آر ایکس به اضافه من آر ایکس تقریبا با چی برابره؟ آر پریم ایکس. حالا در کارگاه های تولید انبو شما میبینید که این دقت خیلی بالاست و سریع میتونن محاسبه کنن ببینن در این لحظه چه تولید کالایی خواهند داشت، چه سودی خواهیم داشت. پی ایکس به اضافه من پی ایکس میشه پپریم ایکس، بنابرای رابطه بالا. نگاه کنید یا سی ایکس به اضافه یک منای سی ایکس تقریبا برابر چیه؟ سپریم ایکس. جالب اینجاست که در اقتصاد راحت اینا جواب میدن، چون تولیدات انبو
هستش، این روابط خیلی راحت و مناسب جواب خواهد داد. حالا با هم بریم مسئله حل کنیم. مثال ببینید، فرض کنید تابع هزینه تولید x واحد از محصولی cx مساوی با 0.05x منهای cx وسط تولید روزانه 100 واحد است. الف هزینه دقیقه افزایش تولید از 100 به 101 واحد در روز چقدر است؟ ببینید ذکر شده هزینه دقیق، هزینه دقیقه افزایش تولید رو میخواد برام کنه برای این هزینه. میگه این هزینه مگه نیست؟ ما میگیم آقا برای 100 مگه نکنید 100 به 101، یعنی برای اون رابطه ها 301 بنای 300 این مقدار دقیق رو به شما میده. حالا بیاین تو این رابطه یه بار 101 رو بذاریم منهای یه بار 100 رو قرار بدیم، چی میشه؟ این 101 به توان 3 منهای 3 ضرب در 101، 100 قرار بدیم با 100 به توان 3 منهای 3 ضرب در 100. از این دوتا نها کنیم برای راحتی، این دوتا رو با هم بگیریم، این دوتا رو با هم بگیریم. ببین من این کار رو انجام دادم، از 500 همش فاکتور گرفت 101 به توان 3 بنایی 100 به توان 3، از این دوتا 3 رو فاکتور گرفتم 101 بنایی 100 میشه. حالا این اتحاد مکعب داریم، یعنی آ سه منهای ب سه میشه آ به اضافه منهای بی به توان 3 به اضافه 3 آ به آی منهای ب. من اینن آمون 101 و ب 100 جایگزین کرد. و اینجا نگاه کنید مگه نمیشه 101 بنایی 100 1 1 ضرب در 3؟ حالا این مقدار خیلی آسونه، 101 به نسبت 1 به توان 3 1، اینم 1، این دوتا راحت در هم ضرب میشن، در 3 هم ضرب میشن، این میشه 3101، 500 رو گفتم 1 20 منهای 3 مخرج مشترک بگیر این عبارت به دست بیان، مقدارمون میشه سادش کن 1512 باید 3500. این مقدار دقیق برای 101مین کالا هزینمون. حالا قسمت ب رو ببینید، هزینه نهایی در این سطح تولید چقدر است؟ حالا هزینه نهایی میخوایم، هزینه نهایی مشتق تابع بود، مشتق این تابع رو میگیریم میشه 15 صدم x2 منهای 3. حالا به جای x 100 رو باید قرار بدیم، پس میشه 100 به توان ضرب در این 1500 منهای 3 1497 میشه، که این مقدار با 1512 منهای 3 اختلاف داره. حالا دقت چرا کمتره؟ بخاطر اینکه 100 تا کالا تولید بود. حالا اینو ببرین شما به رقمای 10000 تا 1 میلیون تولید، ببینید خیلی این دقت نزدیک میشه، ولی این هزینه نهایی 101مین یا 100 برای تولید 100 تولید 100 واحد رو به دست آوردیم 1497. مثال بعدی ببینید، فرض کنید که درآمد حاصل از تولید x واحد از محصول rx مساوی با 1/100x2 منهای 3x درآمد نهایی آ یا آهنگ آنی تغییر درآمد را در سطح تولید 1800 واحد حساب کنید. ببین ما درآمد نهایی میخواد، یا نام دیگش آهنگ تغییرات آنی تغییر درآمد رو کن. این یعنی چی؟ یعنی مشتق تابع برای سطح تولید 1800 واحد این کار رو انجام میدیم، از این تابع یه بار مشتق میگیریم R پریم X 2.x بنای 3، به جای X اون چی رو میذاریم؟ 1800 واحد رو قرار میدیم، اینو ضرب میکنیم مقدار به دست بریم میشه 357 واحد، یعنی مقدار R پریم X یا آهنگ آنی تغییر رو دو درآمد حساب کردیم. خیلی آسونه و مقدار راحتی رو به ما میرسه. مثال بعدی ببینید، هزینه تولید و چاپ x کتاب حسابان به صورت cx مساوی 800000 به اضافه 150x به اضافه 75000 رادیکال x فرجه 3 باشد، هزینه چاپ 1001مین کتاب برابر کدام است؟ 350 375 400 425. این گزینه‌ای که بوده که پیشنهاد شده. شما میگی بابا من هزینه چاپ 1001مین رو میخوام، بیا میگه بابا 30001 بنای 30000 میشه همون سپریم 1000، خب بیام از این قاعده کمک بگیرم و اینجا سپریم 1000 بنویسم. خب حالا مشتق این تابع رو به دست میارم، اولی که 0 150 به اضافه 75000 1 بر روی 3 تا ریشه سوم x2. خب حالا این مقدار مشتق تابمون بود که به دست آوردیم، یا هزینه نهایی به جای x اون بعد 1000 قرار بدیم، به جای x اون ببینید 1000 قرار میدیم 75000 1 بر روی این ریشه سوم 1000 میشه 10، 10 به توان 2 100، 300 با 75000 ساده میکنیم 250 به اضافه 150 میشه 400، یعنی هزینه 1001مین کتاب حسابان برابر 400 واحد میباشد.